به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، با درود و سلام خدمت شما مخاطبان عزیز. آرزومان هستم هر جا که هستین صحتمند و سر حال باشین. در این کلیپ میخوایم تازه ترین خبرها را از بیسود و دایکندی و پنچیر و بغلان به سمع شما برسانم و همچنان سوال های دوستان پرسیده بودن پیرامون باز شدن ریاست پاسپورت و تذکره و دانشگاه هم که کوتاه صحبت میکنم و یادآوری میکنم که امروز 21 آگوست هست و برابر با 30 اسد. اگر از طریق فیسبوک بیننده هستین گزارش ما را حتما به اشتراک بمانید. دیشب درگیری در بیسود شاهد بودیم که هر دو ولسوالی، حیث اول و حیث دوم، به دست فرمانده علی پور افتادند و فعلا هم در دستشان هست. اما زمانی که ما میخواستن به سمت یورک برن، در مسیر راهشان کمین بوده و اینا در کمین برخورده و در اینجا هم تلفاتی برشان وارد شده. بر اساس اطلاعات دوستا که برای ما ارائه کردن و برخی باشندگان محل، تعداد افرادی که در اینجا شهید شده 4 تا 5 نفر هست و 2 تا 3 نفر دیگه هم از افراد فرمانده علی پور زخمی شده. از طرف دیگه هنوز مشخص نیست. یکی از باشندگان محل گفت ما شنیدیم که 9 تا 11 نفر از اونها کشته شده، ولی گفت ما آمار دقیق نداریم که چقدر بوده یا چقدر نبوده. قابل یادآوری است که هر دو ولسوالی سی اول و سی دوم بیسود بعد از اینکه نظام غنی جمع شد و نظام حکومت قبلی سقوط کرد، قرار بود که در اونجا اینایی که تازه آمدن هیئت روان بکنه و پرسنل خ معرفی بکنه، ولی این کارو تا به حال موفق نشده بودن. ولی کم بیش نیروهاشون رفته بود، امکانات گرفته بودن و تانک ها و همه چیز به تصرف خود در آورده بودن. و دیروز هم شما اگر اعلامیه فرمانده علی پور دیده باشین، او اونجا ادعا داشتن که حتی چند صد موتر هم از این ساحات جمع کرده بوده. حتی گفته میشه که برخی از این موتر از مردم بوده، ولی تا به حال طرف مقابلشان چیزی در این مورد نگفته که ما این کار کردیم یا نکردیم. و دایکندی که دوستا سوال داشتن، دایکندی فعلا وضعیت کاملا آرام هست و طالب ها که در اونجا آمدن تمام ادارات گرفته بودن، تمام ولسوالی هم در دستشان هستن و سرانی از این گروه بین خود دایکندی درگیر شدن. کمی چند روز پیش یکی از اعضای اینا که از خود مردم دایکندی هستن و سال 1378 با اینا بودن، در توقف خانه شان هست، زیر نظاره هست به اصطلاح، و تا به حال او را آزاد نکرده. گفته میشه که ممکن است حتی او را آزاد هم نکنه، چون یک سلسله اختلافات بین خود داشته. این آدم گفتگویی که با یک از رسانه های محلی هم داشته، رادیو نسیم منظور ما، اونجا اشاره میکنه که اینا بزرگای ما هست و ما به عنوان یک عضوی از این گروه هر چی که اونا بگه قبول میکنم، اگه بگه یک سال دو سال در بندیخانه باشم من میباشم. و گفت که ما از سابق با اینا بودیم و دیگرها همی برچسب برای ما میزدن. در هر صورت دایکندی فعلا وضعیت کاملا آرام هست، مردم هم به زندگی عادی خود برمیگرده. و گفتگوی ما بسیاری از مردم در مرکز داشتیم، اونا گفتن اینا وقتی که مشکل بین خودی داره ده ما غرض نیست، اگه حکومت تشکیل داد که اونا ما رعیت هستیم، اگه نداد بین خود زد دیگه اون ده ما غرض نیست و ربطی هم به ما نداره. در بغلان دوستای عزیز زیادتر سوال میکردن. من دیروز در مورد بغلان یک گزارش منتشر کردم و باز هم تاکید میکنم که حالا رسانه های معتبر همین تایید کردن که 3 ولسوالی در اونجا به دست مقاومتگران مردمی افتاده. یک عده افرادی که حتی قبلا در حکومت هم کار میکرده ولی زیادیشون کار نمیکرده، اینا گفتم جبهه مقاومت شکل دادیم. که در اینجا ما برای شما دوستان نام ولسوالی ها را میخوانم: پل حصار، ده سلا و بنو از دست طالبا پس گرفته شده و فعلا در اونجا این افرادی که خودشان جبهه مقاومت معرفی کردن جا به جا شده و بیرق افغانستان هم در اونجا به اهتزاز دار آورده. یک نکته هم دوستای عزیز باید بگیم که فکر کنم ولسوالی بله پل حصار که دولت بغلان هست هم مرز با پنشیر هست و به اون خاطر اینجا بسیار راحت توانستن که اینا کنترل خود به دست بیاره و اونا را از اینجا بیرون بکنن. به هر نحو ممکن فعلا وضعیت در اونجا آرام هست و این گپایی که مرکز ولایت از دست طالب خارج کرده باشه هم حقیقت نداره و اونا هنوز هم در دست اینا هستن. و سوال دیگه دوستا پیرامون محرم بودن و عاشورا. عاشورا در تمام نقاط افغانستان آرام سپری شد و کدام مورد جدی امنیتی پیش نامد، اما خانه تلاشی دوستا عزیز در تمام ولایت ها هست. او هم قبل از محرم، قبل از عاشورا بود و هم بعد از عاشورا احتمالاً دوام پیدا میکنه و خانه های خیلی ها را که سرش مشکوک بوده تلاشی کرده و متاسفانه با برخ ها برخورد بسیار بدی هم شده. در برخ جاها خوب بوده، یعنی برخ جاها رفتارشان خیلی مناسب بوده، ولی برخ جاها واقعا رفتارشان
طور بوده که آدم حس میکنه که به ذره اینا تغییر نکرده، به ذره، و این یک اندازه مردم مایوس ساخته. حکومت داری با این شبه نمیشن. در ضمن سوال دوست در مورد بانک ها و حوالداری ها بود. حوالداری ها دوست از هیچ جا باز نشده، تا زمانی که بانک ها باز نشده حوالداری ها باز نمیشه. امروز کسایی بوده که حتی رفته بودن در بانک ها اطلاعیه های را اونا برخورده بودن که بانک ها گفته تا زمانی که افغانستان بانک باز نشده ما باز نمیتونیم شویم و برای ما اجازه داده نشده که فعالیت را آغاز بکنیم، وگرنه امروز قرار بود که باز شود. بنابراین ریاست پاسپورت و شعبات تذکره هم کاملا بسته است. ثبت احوال نفوذ پاسپورت بسته است و گفته مثلا امروز که اعلان کرده بودن ریاست پاسپورت گفته ما تیل نداریم به خاطر روشن کردن جنراتورهای خود، و تا زمانی که تعرفه بانکی یک نفر تحویل نکرده باشه ما برشان پاسپورت نمیدیم، تا زمانی که تذکرهش تایید نشده و تذکره نداشته باشه باز ما پاسپورت نمیدیم. و حالا باید هم بانک باشه و هم ریاست تذکره باشه و افرادی که مراجعه میکنن حداقل بتونه برای خود باز اینا تذکره چه پاسپورت اخذ بکنن، تا اون زمان دیگه در این حالت میمونه و کدام تغییری هم در شیر رونما نمیشه و همه جا بسته است. و سرای شاهزاده خصوصاً که تا اطلاع ثانوی کاملا بسته خواهد بود، اگر برخی جاهای گون حوالداری ده افغانستان پیش خود پول داشته باشه که از بیرون اجرا بکنه حواله ها را، گفته نمیتونه در غیر صورت اکثرا حوالداری ها هم بسته هستند. وستر یونین هم دوستای عزیز در افغانستان فعالیت را کاملا متوقف کرد و اونا گفته هرچند که اگر در آینده وضعیت خوبتر شود ما فعالیت ها را سر میگیریم، در غیر صورت همه چیز بسته است. و بدتر از همه که فقر در افغانستان گسترش پیدا کرده. ما در کلیپ بعدی باز میخوایم روی از این موضوع بیشتر بپیچم و برای دوستان هم یک بار نیرخه بگم، هم وضعیت بیکاری رو بگم. وضعیت بیکاری بسیار زیاد هست، فقر بسیار گسترش پیدا کرده. اگر جامعه جهانی در اقبال توجه نکنه یک فاجعه بسیار بزرگ خلق میشه، فاجعه بسیار بزرگ خلق میشه و متاسفانه مردم کلا بیکار شده و آب و نان دسترسی نداره. سوال دوستو کمیل لحظه برای ما در واتساپ اومده، سوال کرده که از خود پنچر نگفتی. از خود پنچر دوستای عزیز کدام گپ خاصی نیست، خود پنچر کاملا آرام هستن و کدام موضوعی خاصی را ما تا به حال شاهد نبودیم. و یک خبر دیگر که در اینجا یادآوری میکنم، دوستو پرسیده بودن، من قبلا خبرش هم منتشر کردم، و یکی اشمت غنی احمدزای برادر اشرف غنی احمدزای هم با طالب ها بیعت کردن و امروز رسما دست بالای دست هم دیگر ماندن و با هم دیگر بیعت کردن. اونا هم پیشانیش رو بوسیدن و گفتن که خوش اومدیم. خب در پایان گفتنی مایی هست، کسانی که اگر میخواهی حکومتی در افغانستان تشکیل بده یادشان باشن اگر حکومتشان همه شمول نباشه جرقه ها از هر طرف شروع میشن. او روز دیگه قیام اندارا با شاهد بدیم، امروز مثلا در بیسود شاهد هستیم، فردا در قندهار و نگرهار و هلمند و صد جای دیگه شروع خواهد شد و این وضعیت میره بس سمت یک جنگ یک معلوم نیست آیندهش چی خواهد شد. بنابراین کسانی که اگر نیتی برای دفاع از وطن داره و نیتی خدمت به مردم داره این لحظه وقتش است. در 20 سال جنگ کردن و ویرانی ها رو به بار آوردن و گفتن که ما که مسلط شیم حکومت اسلامی میسازیم، چطور میسازیم، چیکار میسازیم، این لحظه دست شما هست. خب هر کاری که میکنید اول فقر گم کنید، دومش جلوی آشوب ها رو بگیرید و یک حکومت همه شمول بسازید. تمام اقوام به اندازه شوهای وجودی خود حکومت سهم داشته باشه، تمام افراد باید حقوق اولیشی در نظر گرفته شود. اگر این کارو نکنید مطمئن هستم شکست میخورید، بعدم شکست میخورید و 100% هم شکست میخورید. و اگر حکومت مردمی و فراقومی و ملیت با تمام حضور ملیت ها بسازین هم پایدار میمونید، هم ثبات میارید، هم مردم شما رو حمایت میکنه. و فعلا شما تا به حال نتونستین اعتماد مردم به دست بیارید و تا به حال آنچه که رهبرای نا هم گفته افراد پایین رتبه تا به حال خلاف از اونم متاسفانه کار کرده. در میدان هوایی هم دوستا زیادتر سوال داره، باز هم من لازم دوستای اشاره کردم کارا که پیش از 10 15 سال در مورد میدان هوایی اومدم. میدان هوایی کابل دوست عزیز امروز نظمش خوبتر بود، فقط کسایی که اسناد داشته توانسته بره. از دو روز قبل کسایی که حتی بوده بی اسناد هم رفته، ولی در دو روز اخیر هیچ کسی بدون اسناد رفتن نتوانستن. پاسپورت باید داشته باشی، ویزه باید داشته باشی، تذکره باید باشه، سند داشته باشه. البته ویزه که داشته باشی دیگه سند کار کردن به خارجی ها مهم نیست. و اگر ویزه نداشتی حداقل باید سند بسیار قدرتمند تو داشته باشه که با خارجی ها کار کرده باشه. در غیر صورت اگر برین هم شما را انتقال نمیده به هیچ عنوان و شما شاهد هستین که در روزهای گذشته بسیار زیاد هم تصفانه تلفات دادن. یک صدا رو لازم بیشتر منتشر کردم که خواهری که در هلند زندگی میکنه و
تابعیت هلند هم دارد، افغانستان تازه رفتاد، بعد چی زحمت و سختی او بیرون برو شده و صدای آخر برای ما ران کرد که ما لسپشتر هم منتشر کردیم با امید افغانستان آباد و آزاد و با امید ختم این مشکلات و انحصارگری. هیچ کس نمیتونه تنهایی در اینجا حکومت کنه و این را مردم قبول نمیکنه.